سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه نایتا. بریم سراغ ترک نقی از شاهین نجفی. خب خیلی خوش برگشتیم به کانال خودتون فامیل عزیز و بالاخره ترک نقی. بله. یه تایم طولانی که شاهین نرفتیم، اینجا یه عذرخواهی کنم به خاطر اینکه رپ فارسی ها شروع شد، آلبوم مد بیف شد فلا اینا، یه چیزایی بودش که باید اون لحظه به اونو پرداختیم، ولی حق داریم که گله کنیم. با سعی ما اومدیم با ترک نقی که جبران کنیم امرو. بله و البته یه نکته ای هم هست دیگه، فامیل ازم میدونه ما محمد هرچی شاهین داشته رفتیم، میدونم چند تا بالای 50 تا رفتیم و میتونم بگم تقریبا تمام تاپ ترک ها رفتیم. یه چند تایی مونده، حالا سر فرصت به اونا خواهیم پرداخت. بریم به نقی برسیم، ترکی که کلی حاشیه داشته، میدونم برام نوشتین و دیگه هم میدونن، همه میدونن چه داستانی بوده سر این ترک و کاوری که داره. کاور آرت اصلا خیلی خفن، یعنی پشمام از این کاور آرت که نمیدونم نوشته کی کار کرده، نزده. فقط میدونم که ارنجمنت و میوزیک ارنجمنتش مجید کاظمیه، ولی نزده کار آرت از کیه. با اینکه از یوتیوب خود شاهین هم داریم گوش میکنیم، ولی مسجدیه، گنبد مسجدیه که ممه‌ایه برای خودش. و در سر ممه بله جمع LGBT هاست. بله و جالبه این خود نقی شاهین نجفی هم خیلی طرح اسلیمی که در مساجد ایران خیلی به کار رفته و فکر کنم از صفویه به بعد خیلی رایج شد، استفاده شده ممه‌ای که سینه ای که ممه هست. آی پیدا کردم، دیزاین بای RAPS استودیو، یعنی RA فوتوشاپ استودیو، نمیدونم باز کاملی، ولی برو بریم چی گفته که این کفترها دور این ممیه هستن. آقا برو بریم گوش کنیم نقی. چرا اینه پایتخت گفت نقی؟ فانکیه نقی تو رو قسم به شوخ تبعید به این بیرون از گوده تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید نقی تو رو به طول و عرض تحریم دو لابره رو به رشد و حس تحقیق نقی تو رو به امام مغواری به طفل علی گوگه توی رحمگی به بابا آجی خیلی اولا چقدر موسیقیش قشنگ و باحاله، خیلی فانکی خوبه، خیلی دوست دارم موزیک. نقی رو همینجوری داره قسم میده، حالا تشبه چی میخواد به اسم نقی؟ یکی از اماماس یادم نمیاد. بله بله امام اماماس دهم بچه‌ها فکر کنم، من نمیدونم ولی میدونم که دهمه امام دهمه فکر کنم اگه بعد دیگه که تو رو به امام مقوایی آجی اول اون جاش خیلی باحاله که میگه به آلت بزرگ زندگانی که در پشت ماست آره. فرو رفته به شرط داره میگه امام آجی این اولی میگه نقی، من هی یادمون نقی یادمون میفتم امام مقوایی دیگه. آقا خیلی مسخره است دیگه، مثلا بعد اینکه خمینی نبود و رفت و فلان و این حرفا، این میمدن این 22 بهمن برگشتش، نه 22 بهمن نه آره، یا آره سال روز برگشتش، سال روز برگشتش نمیدونم آره. حاجی این دیگه خودش نبود، یه مقوا درست میکردم ملت اینا پلهای هاپما. حاجی چه داستان آره به اون داره میگه، یا مقوا یعنی کسی که از ماه میدیدنش با مقواش ساختن. بعد یه چیز دیگه هم گفت به طفل چیچی وایسا، یه چیز آها به طفل علی گوی تو رحم گیر. اینم دیگه معلومه کیو میگه، علی میگه که علی گویان من دنیا، علی گویان همین که سلام فرمانده و این داستان ها و ایشونو داره اشاره میکنه. آقا از اولی دارک شروع کرد بچه موزیک داره به درس فقه تو اتاق عمل بین به آقا و تسبیح و جام نماز چین نقی تو رو به انگشت شیس رضاوی به دینی که اوت شده و فوتبال دینی آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی.
آقا اول چی کرسی با اله چقدر بچه این داستان انگوش شش سرزایی شما میدونن عملی با تو هم یادته بچه بودم مگه بچه بودی نرست مومد بچه نبودی شش سرزایی بود با نصرتی معروفشون آره پرسپولیس خب منم که بچه‌ام اینا پرسپولیس یه دیگه هم یه چیزی به اتاق ایران عمل بینی درس فقه تو اتاق عمل آره. بینی آره. به چیز اشاره میکنه به تجاوزایی که تو اتاق جراحی شده بود یک دو تا مورد یادمه که این اتفاق افتاده بود توی اتاق عمل بینی رفته بودن ترک مال 12 سال پیش دیگه تجاوز آره. آره اون موقع نمیدونم من ایران تازه اومده بودم شد از ایران بیرون ولی یادمه حاجی گلو زد محمد نصرتی ای کارت زشتی که چه کار آقا تو این چه شدی کردنیه انگوش دست نبود چرا انگوش بود بابا حالا گوش میکنیم بابا خوش تو اگه به انگوش تشکی سرزایی شاهین خاصی ریانش نقی تو رو قسم به عشق و بیاد را تو رو به لنگای هوا شد و چاکرا تو رو به سنگت مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نقی تو رو به ممه هاوی گل شیفته به آبروی نداشتی که از ما ریخته نقی تو رو به نجاد آوریاوی به پلاکی که به گردن آویخته نقی جون من تو رو به شوشول فرنوس 3000 میلیارد زیر گنبد کبود خلیج فارس و ارومیه هم قصه بود راستی اسم رهبر جنبش سبز چی بود آی نقی آی نخی حاجه اینجا که داره میگه که خیلی قشنگ گفتش میگه تو رو به ممه های گل شیفته که آبروی نداشتم اون اما برد اشاره میکنه به این که اینا اون حجمه هایی که الانش هم دارن میگه همین الانش هم دارن سوء استفاده میکنن از این حرکت و این که انگار آبروی گذاشته بودن مثل مملکت که مثلا اینجا خواهد بره منظور اینه که یعنی تنه داره میزنه نه به گل شیفته به اینه داره تنه میزنه برعکس خب یه چیز دیگه هم گفتش وایسا سینه این که هیچی تو رو به نژاد آریایی به پلاکی که به گردن آویخته دیگه... خیلی قشنگ داره میگه به نژاد آریایی مون داره میگه این تعصب مسخره ای که همم هم یه پلاک انقدی گردنشونه ولی اصلا یار نمیدونه چیه یعنی اصلا تعصب مسخره ای که حساب این نژاد آریایی داریم انسانیت رو گذاشتیم زیر پا بعد اصرار داریم که ما آریایی اصیل و فلان این تعصب هم خیلی چیز مسخره ای که داریم به اون طعنه داره میزنه شوشول فرنود وا اینو میخواستم بدم زیر خندان دیگه همونی که شیشولم خودم میشورم آخه آره چی چیزای مسخره اتفاقا این ترک تا اینجا که گوش دادم حالا آخر جمع ولی یه طنز تلخه دیگه حالا من نمیدونم ببین داره میگه که آقا کلیاتی رو داره میگه آقا این همه مشکل فلان طعنه هایی که داره میزنه میگه میگه نقی تو بابا بیا حالا تو مهدی که نمیده تو بیا بابا تو بیا نزه بخواه چه نقی رو داره میگه ولی چیز دیگه دارم دیگه اون که خبری ازش نیست تو بیا نجات اون بده فارس و ارومیه هم قصه بود راستی اسم رهبر جنبش سبز چیم آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آقا خیلی خوب بود دیدی چیزی گوه هم از خیلی خوشگه واقعا کورسش خیلی خوبه آقا به نظر لحاظ فنی هم موزیک تنظیم و اجرای درخشان مثل خیلی از ترک های دیگه من خیلی دوست دارم اینا البته اون موقع که خیلی سرصدا کردم یه چیزهاییشو تو ذهنم هستا از چی؟ از موزیک یعنی شنیده بودم یه موقع اخبار پخش میکردی اینا متاسفانه. یه چیزهاییو بگم خیلی سال پیش من شنیده بودم دیگه هر اخبار اینا میذاشتم ولی اینو بگم که یه موقع خدایی نکرده ریانش رحلت جنگوز امام امت سیاسیون فسیلی تو غربه به بیوه های با کلاس پلاس دیسکو به بحث های روشن فکری تو چه خیرت مردای اون کاره به زنان مدافع حقوق مرد به انقلاب رنگی از تلویزیون به 3% جمعیت کتاب خون تو رو به شعرهای آبکی تو خوابی نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی صبح زنده باز میگن و شب مرده ما به قهرمونه قصه های خیالی آی نقی حالا که
که مهد خواب موتور صدا میزنیم آی نبی، تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نبی، حالا که مهد خواب موتور صدا میزنیم آی نبی، تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نبی، آی نبی، آی نبی، آی نبی، وای نقی. خیلی خدا بود آخرش، خیلی وای نقی، یعنی دیگه با گایده شدیم همه بدبختی و مشکلات. وای نقی به گادرون بره، خیلی باحال کاملا در قالب طنز، طنه های تلخ اجتماعی، اشاره به مشکلات و مشکلاتی که اجتماعمون داره، این که میگن صبح زنده باد میگن شب مرده باد میگن، رحلت جانگوز و خیلی خوب اومدش، دوست داشتم. کلا خیلی باحال داره میگه زنان مدافع حقوق مرد، غیرت مردای اونکاره، خیلی قشنگ داره این تناقض و پارادوکسی که تو اجتماعمون وجود داره و به نظرم باعث عقب موندگی اجتماعمون شده، از اجتماع حالا دنیا و پیشرفت دنیا عقب موندیم. خیلی تاثیر داره این داستان پارادوکسه و اینو داره میگه که آقا تو بیا یه کاری کن. بعد آخرش گفت آی نه وای نقی. چقدر یعنی بخوام بگم خیلی خوب بود آخرش. حالا داستان داریم که چقدر مشکل داریم. ببین به نظر من یه ترک طنز تلخی بود. آره. که موسیقیشو خیلی دوست داشتم، اجراشو خیلی دوست داشتم و نمیدونم چرا اون زمان، حالا جامعه ما بسته تر بوده یا هر چیزی، که چرا انقدر داستان و مشکلات همراه شد پشبندش برای شاهین، وگرنه داره یه سری مشکلات جامعه رو میگه به نظرم به زبان طنز، و از اونورم داره به مذهب میگه، میگه آقا شما اگه امامین همه میپرسی نه خب آقا بیا یه حالی بده، یه نجات بده. حالا چون اینا میگن آقا مهدی میاد اوکی میشه، هرچند که در همه دین ها اینه ها، در مسیحیت هم اینا میگن مسیح زنده میشه و آیه میبینه آنا منو وشگون نمیگیره، این سگمه. آره بیا والا بابا. بعد عرضم حضورتون که آره در دین مسیحیت هم وجود داره، یعنی اصلا تو همه اعتقاده یه آرماگدون و یه منجی که من احساس میکنم که قبل اون همه به دین کاری ندارم بخوام انکار کنم یا هر چیزی، ولی کلا دارم میگم دین دستمایه‌ای شده برای سوء استفاده از یک سری انسان‌ها و رسیدن منفعت به یه سری بابا دیگه. همین داستانی که الان برف و بارون نمیاد میگن برای بی‌اجابیه، بعد که برف و بارون میاد دیگه حرفی ندارم بزنم. آقا اینا دیگه، اینا دولش تموم شده به نظر من. اینم تنه اینجوری داره میزنه، من میپسندم. دوستش دارم اتفاقا میگم خیلی اونجوری تند و تیز نبودش که بخواد اینقدر حاشیه. من فکر کردم مثلا اومده له کرده به دین. آره تو اینو نه بابا داری آخه ترکای از این چیز صد داشته شاهین. آقا الان اصلا من ساعت مثلا یا اینا به نظرم ترکای اینجوری زیاد داشته. بابا من میگم آقا اصلا اوکی دیگه، مگه بده که آقا بیا نجات بده دیگه این جامعه رو. آره داره میگه آقا اون که نمیاد، ما الان نیاز داریم تو بیا. شاید فردا دیر باشد و شاید این جمعه بیاید. حالا نمیدونم چرا به نقی داره میگه بچه‌ها شما میدونی یا نظری دارید نه خصوص بیان بنویسید، مثلا میتونست به قبلی بگه، اصلا میتونست به ارسطو بگه. ارسطو کی؟ داداش پرسطو. پایتخت. بچه دمت گرم، تا آخر ویدیو همراه من و آنایتا بودید، حتما که منتظر نظرتون هستیم. فامیل عزیز چش و چال دم همه ایرانی گرد در کل دنیا که همچنان پرچم بالا نگرش هم مخصم بچه که تو ایران هم بیرین قلب ما هر لحظه با شما همراه، این روزا خیلی خیلی زیاد موضوع خودتون باشه. دوستتون داریم، خدافظ.